مردم با این دو تا باشگاه همواره زندگی کردن و زندگی میکنن. فوتبال امروز یک صنعت هست. یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب مردمی که در کشور ایجاد شده، ظرفیت بالای این دو تا باشگاه ورزشی است. کار ما تیم داره نیست، کار ما باشگاه داره نیست. کار ما سیاست گذاریه، کار نظارت وظیفه اصلی ماست و ما به دنبال محقق شدن این اراده دولت هستیم که این اجرا بشه و این دو باشگاه به بخش خصوصی وارد بشن. خیلی از عزیزان، خیلی از کارشناسان، خیلی از دوستان خود ما به ما نقد میکردن نباید این حرفو میزدید. این عمل شدنی نیست، همچنان که طی 20 سال گذشته همچین حرفایی میزدن. ما خوشحال هستیم که این امر امروز محقق شد. موضوع مدیریت این دو تا باشگاه با توجه به ماهیت اجتماعی اینا از درجه اهمیت خاصی برخوردار است. لذا زمینی که من تقدیر میکنم از سهامدار این دو باشگاه، حتما تاکید میکنم که در تصمیم گیری‌هایی که نسبت به بحث این دو تا باشگاه انجام میشه، دقت کامل رو داشته باشید و نظر هواداران برای مجموعه ورزش کشور همواره از درجه اهمیت بالایی برخورداره. و سیاست کلان دولت و شخص خود آقای رئیس جمهور همواره این بوده، در جلسات دولت اشاره میکردن که هر اقدامی که شما انجام میدید باید خروجش رضایتمندی مردم و شادی مردم باشه. همکاری ملی و همدلی ملی رمز غلبه کردن بر موانعی است که ظاهرا حل ناشدنی به نظر میرسه. اون روح همدلی که در فضای ورزش ایران هست سرایت کرد و خودش رو در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشون داد و اون اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 ساله گذشته امروز شدنی و تحقق یافته است. مسئله واگذاری بر اساس اهلیت و تخصص که باز هم مصر هستیم که اگر داره واگذاری صورت میگیره، چون میدونید در دوره دولت 13 ما تعداد واگذاری های چندان زیادی نداشتیم. شاید یک مورد مهم اون واگذاری بخشی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود که انجام شد، اونم توسط باز یک خریدار کاملا تخصصی اهل در این زمینه. و امروز هم اصرار دولت مبنی بر این بود که ما بتوانیم واگذاری انجام بدهیم با چشمانداز بلند مدت که دوباره بر نگردن این واگذاری ها به دامن خود دولت، یعنی خریدارانی که توانایی و اهلیت اداره حرفه‌ای رو، ضوابط اقتصادی و مالی لازم برای اینکه باشگاه میتونه کار حرفه‌ای باشگاه خودش رو خوب انجام بده، توسط خریداران حتما مراعات بشود. به افتخار شفاش بکنم تشریف بفرمایید و نماینده محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به افتخار شفاش بکنم تشریف بفرمایید. امروز مفتخر هستیم که سازمان خصوص سازی بعد از برگزاری 9 بار مزایده عمومی و عرضه عمومی دو باشگاه ملی بزرگ فوتبال ایران در عرضه نهم موفق شد با استقبال گرم و با ورود مشتریان با اهلیت و صلاحیت و با انگیزه بیش از پیش در جرگه خریداران این دو باشگاه بزرگ، الحمدلله دو کنسرسیوم بزرگ بانکی و نفتی در داوطلبی برای ورود به عرضه عمومی این دو باشگاه به عنوان خریداران جدید انتخاب شدند و اعلام شدند. انشالله فکر میکنم اداره باشگاه ها تأثیر به وجود بیاد، دیگه دغدغه مدیر نباید این باشه که این همه بدهی رو از کجا بدم، این همه پرونده‌ای که هست چجوری میتونم حل کنم. انشالله در پی ارتقا باشیم،
برای اینکه حالا چه من چه خدمتگزاران دیگه ای که این مسند رو به عهده میگیرن برای اطلاع نهای پرسپولیس خوشحالی دل هوادارا اون قطعه ای که مقبول بونده و قهرمانی آسیاس بتونیم شونه به شونه بزرگان آسیا شرکت کنیم برنامه ریزی برای اون کار داشته باشیم. برای باشگاه استقلال بعد از قهرمانی سال 1990 در جام باشگاه آسیا این بزرگترین اتفاقی است که برای باشگاه استقلال بعد از انقلاب اتفاق میفته. امیدوارم این یک آغاز و یک فصل جدیدی باشه در تاریخ این باشگاه که بشه اتفاقات بزرگی رو از جمله قهرمانی سوم استقلال در آسیا با حمایت مجموعه بزرگ هلدینگ خلیج فارس که الان مالک اصلی این باشگاه است اتفاقا انشاءالله رقم بخوره. از بدن شخصان بگیرم دوستان با خیال راحت.